جشنواره فرهنگ و هنر ترمه 7 سال پیش به همت کیوان کامیار، دیفرانسیت آرت و اداره فرهنگی شهر مونیخ شروع به کار کرد و هر سال در طول 1 هفته به فعالیت در حوزه‌های مختلف هنر می‌پردازد. زن، زندگی، آزادی، کانسپت اصلی 7th جشنواره هنری ترمه در شهر مونیخ است که امسال تحت تأثیر اعتراضات و خیزش انقلابی ایرانیان برگزار می شود. هر یک از روزهای این فستیوال نیز نامی سمبولیک در رابطه با جنبش اعتراضی ایرانیان دارد. از کردستان تا بلوچستان عنوان برنامه موسیقی بود که در روز دوم فستیوال با حضور رستم میرلاشایی، استاد نوربخش و یلدا عباسی برگزار شد. شبی که در آن هنرمندان از خدا نور و مقاومت مردم بلوچستان و کردستان گفتند. شب ادبیات جشنواره ترمه تحت عنوان موج کلمات به تأثیر جنبه‌های مختلف تبعید و مهاجرت بر رمان‌های فارسی منتشر شده در خارج از کشور می‌پردازد. برنامه‌ای که در 2 پنل داستان‌خوانی و بحث و گفتگو با حضور هادی کیکاووسی، نویسنده ایرانی ساکن پراگ، آصف سلطانزاده، نویسنده اهل کابل ساکن کوپنهاگ، هادی خوجینی‌ها، مدیر نشر مهری لندن و خسرو کیانرا، داستان نویس ساکن مونیخ برگزار شد و داستان‌هایی هم مرتبط با موضوع تبعید و مهاجرت نیز خوانده شد. آدمی تا چقدر می‌تواند تحقیر را بپذیرد؟ خود ذات تحقیر است آدمی، آن که حقیر می‌سازد دیگری را. و چرا حقارت را می‌پذیرد آدمی؟ و چرا باید بپذیرد؟ و اگر نپذیرد چه کند؟ و چه کار کند وقتی حقیر ساختند؟ چگونه سر برافرازد و باز ابراز وجود کند؟ من صدایش می‌شکند تا مدت‌ها نخواهد توانست بگوید من. ببینید، آخرین کتاب که شبح اپراتور هست که من در واقع 3 سال زمان برد تا اون رو نوشتم و 2 روز پس از کشته شدن مهسا امینی به پایان رسید این کتاب، این رمان در واقع، و درباره اشباحی هست که در این سالها اعمالی انجام دادن، جنایت هایی کردند و همیشه در پرده بودن. شبح اپراتور در واقع نگاهی داره به 40 سال جنایتی که در کشورمون انجام شد در یک محله کوچکی در جنوب کشور، و من فکر میکنم که آنطور که گفته میشه بخشی کوچک از ادبیات تبعید خواهد بود، خواهد شد. ادبیات تبعید نقش مهمی داشته در داستان نویسی ما از دهه 60 که با غلام حسین ساعدی گوهر مراد شروع میشه و تلاش های اون برای اینکه یک اتحادی به وجود بیاره در میان نویسندگان فارسی زبان خارج از کشور تا دهه 80-90 و همین امروز. این مبحثی است که ما امروز درباره این تبعید و کوچ کلمات صحبت خواهیم کرد. برنامه 3 شب ترمه به سارینا اسماعیل زاده که علاقمند به شعر و ادبیات بود تقدیم شد. در شب‌های آینده فستیوال ترمه هنرمندانی چون شبنم طلویی، پژمان حدادی، شاهرخ مشکین قلم، پگاه آهنگرانی و رعنا منصور نیز حضور خواهند داشت. کیمیا قربانی، مونیخ.